خب سلام برای عکس یوتیوب سوال اختصاصی هستم امروز با محسن امینی سلام محسن جون او یه نفر اوکی امیر توسطی دیدی این همه دیوایس زد به دوربین من وقتی پوری داش میرفت اینو این کاملا اینتنشنال بود میدونم خب جو خودتو معرفی کنم بچه ها فهمیدم فهم بچه تو رو باید کسی نمیدونم درم. امیر محسنه یادم رفت دیگه همون موقع بود آره خلاصه امیر ترسل مرسی سویل جان و بردیمون توی این پادکست خفن خیلی باحال خوشحالم که اینجاییم توی تورنتو آره آم آقا ام ام آمانی تورنتو آقا ام ام سویل بله تورنتو و مدیون پوریا هستیم به خاطر این داستان چون من که من جیجی جی هم من فقط آدمی که به من بگه بریم بودو هم بیام پوری هم گفتش که سوهل داریم میریم تورنتو احتمالا برای مثلا ف... یه هفته دو هفته دیگه من همون رو زنگ زدم گفتم شاقا من دارم میام تورنتو کی داریم میام هفته دیگه هفته زدم بب... به پوریا پوریا گفتش که آقا دو هفته دیگه میریم دیدم یه خیلی طولانیه من اومدم من اومدم و اینجا بودم یه هفت روز اینجا بودم تا پوریا اومد ولی اون هفت روز دود فقط ریلکس کردم آقا اینو من میخوام به بچه بگم بچه نمیدونین چقدر این مهمه که هر چند خیوار تنها باشین ریلکس کنین فقط تو دنیای خودتون باشین واقعا آدم رو میسازه من الان قشنگ آمادم برگردم بچه هم داد کنن از سرکولم برم بالا قشنگ آمادم واسه زندگی از زن و شوهرت هم یا دور بودن تاثیر داره کیف زندگی میبره بالا حالا اون بحث جدایه خب شما یکی از اولین کسایی هستی که تو یوتیوب شروع کردی کار کردن درست میگم درست،, درست درست چی شد که شروع کردی فقط پیولی واسه مانی یا فیم یا میکسچر یا باشیم درسته خیلی سوال خوبیه واسه من داستان من اینه که من همیشه تو یوتیوب می‌چرخه مثلا دوازده سالم بود دوازده سالم بود رفتم مثلا یوتیوب امروز چه خبره میدم بعضی دارم ویدیو میذاشم اما خیلی ویدیو های گربه مثلا از گربه وایرل میشون <applause> یا مثلا یکی با یه ویب کمه خیلی لو کوالیتی دی ویسا چل پی در مورد روز شب زنگ I hate my teacher معلمم چقدر چیزا بی... <laughs> ما فوش رو کانه بی, <فوشی. laughs> بی منظورش بیوتیفول بود بی برای بیوتیفول نه <laughs> <laughs> آره خلاصه من میدم که بقیه دارم ویدیو میذارم گفتم چه باحال میشه مثلا منم یه ویدیو بذارم همون موقع قبل از اینکه داستان ادسنس ها پول اصلا بیاد اون موقع یوتیوب این پارتنرشیپ ها که مثلا شما میتونین درآمد زایدش داشته باشین از یوتیوب اصلا نداشت یعنی فقط آدم ویدیوشا میذاشتن تو تو شیر او هنوز نبود هیچ نه. اصلا اینکه پارتنرشیپ باشه اپلای کنی یا بعد پارتنرش. وقتی یوتیوب یعنی وقتی گوگل یوتیوب خرید تبلیغ داشت نه بدون تبلیغ خریدش from my understanding ف... وقتی گوگل اومد یوتیوب رو خرید هنوز نذاشته ده هنوز ایمپلیمنت نکرده بودن پارتنرشیپ ادسنس یه چند سال طول کشی تا این داستان راه بیفته ولی خلاصه <تصفح> یعنی من اون موقع که ویدیو میذاشت اصلا ادسنس نبود ولی میدیدم بقیه دارن میذارن و کامنت میگیرن برام جالب بود که یه کامیونیتی هم هست بس میخواستی این بشی توی دونه چیز جدیدی که داره, داره. مثلا یه هابی دیگه مثلا هم ویدیو دوست داشتم هم موقع خیلی فوتبال دوست داشتم همین مثلا خودم رو زبط میکردم که درمستان کیپ که چند تا میتونم بزنم چون بعدم بعد نگاه میکردم که چه جوری پیش رفت و خاطره میشه دیگه بعد چند سال کردی؟ تو قبل این کارا خب برای فان دو سه سال یعنی مثلا می رفتیم فوتبال بازی می بعدم بعدا نبودن این نبود که بگم مثلا هفته یه روز هفته یه دونه ویدیو یا یا مثلا هر وقت ویدیو پیش میمد میذاشتی هر وقت پیش میمد میذاشتم ولی خب از همون اولش یک کامیونیتی کوچیکی انگلیسی دیگه جمع شد یعنی گفتم او ساکر اسکی زد این جوریه گوجای ساکر... چند دوست آنلاین پیدا کردم از اون موقع چند سالگی از اینا اومد اینجا من چهار سالگی آخرای سه سالگی نه بابا خیلی بس آره. کوچولو بودی آره آره بعد ما بابا جفتشون اسفانی یا بله کش... جفتشون اسفانی چون خیلی باله با که تو اینجا بزرگ شده یه گرفتی داشتم بچه ها میگفتم ما اسفانی هیچی می که میگیدیم دیگه پس نمیدی <تحد> <travaillconsum> یه ساعت توی ویدیوهات که نگاه میکردم لحجه نداشتی درسته بعد با من که مسیج می‌داشتی در چه روبه نمی‌سم من اسکل کردی یا تو ویدیو در تو پاک می‌کنی <تصفح> <تصفح> <دیگه؟ تصفح> خیلی از ببین میاد میره واقعا یه چیزی که بستگی داره من آخه ب... ب... پیام دادیم به هم دیگه منم خیلی خیلی دوست داشتم خیلی آدم صمیمی هستی این دیگه ناخدا گفتم فکر کنم با پسر خالام تو ایران صحبت کنم وقتی من ایران راحت راحت کردم اصلا نمی‌دونم اصلا این نیست که اصلا راحت با کسی نباشه ولی یوه خودش اینجوری ولی ولی داستان جالبیه که گفتی ویدیو ما دیدی لحظه نداشتم نه yeah. بسته گودون ویدیو چون که بعضی میگن ها ما مثلا ما هم به چه اسوانی آمو چه من اصلا رفتم ناک کردم گفتم من ناک کردم دو تا ویدیو ناک کردم دیدم نداره توش بعد خیلی هم جالب بود گفتم که بعد امروز وایس تو توی اکانت پوریا شنیدم بعد دیدم اونجا هم گفتم اوکی نه پس این واقعی است <تصفح> <تصفح> اونجا داره تاثیر موقعیت روش انجام میشه درسته داشتیم راجع به خیلی باحال حرف می‌زدیم قبل از اینکه بریم توی زف چون دور میام نه تو زف بودین راجع چی بود راجبه این داشت ساعت میکردی کردی که چی شد که من اصلا تو داستان یوتیوب اینا داشتی میگفتیم نه قبل از اینکه بریم تو زف قبل از اینکه بریم تو زف داشتم مورد اوریجینالیتی فکر کنم صحبت کردم راجبه. آها آره گفتی که دزدی یه حرف خیلی قشنگ زد گفتش که آه... ایدیای جدید یعنی وقتی که چیزی رو کپی کنی بدون که کسی بفهمه خیلی حرف خیلی قوی بوده واقعا راست میگی چون تک من همیشه یه خط باور که همه چی کپیه آره همه چی مردم دارن سعی میکنن از هم دیگه کپی کنن از هم یاد بگیرن و بهترش کنن دقیقاً اوریجینال ایده واقعا اونقدر وجود نداره و خیلی از مثلا یوتیوبرای ایرانی هستن که خیلی هم قوی هستن فقط کانتنت خارجی رو برمی 8 دقیقه ترنزیت میکنن میذارن 100 درصد خ... من خودم میخواستم بکنم یه دونه هستش میره توی ردیت اتفاقای مردم رو میخونه مثلا اماید بات هول اینا رو میره ایده های مردم رو میخونه خیلی جالبه با من خواستم اون کارو بکنم خیلی سخت بود ترانزیشنش اوه oh مای گاد چرا جوکام اکسنس نمیکرد تو فارسی دقیقا پانچ ها این همش متفاوت بود آره دیگه اون, اون فلو ها از دست میده یعنی همین یه کار آسونی نیست اینجا فقط بشینی ترجمه کنی بعد حسش رو بگیری بعد هدرکنی بعد حفظش کنی بفهمی داستان چیه با داستان خود کانکت باشی خیلی جالبه دقیقا. یه جوری هم ترجمهش کنی که مثلا بفهمم مخاطب ایرانی بفهمن چون به قول شما فرق میکنه مثلا جوکی استفاده میکنه بعد اونقدر فهمیده باشی مسئله را که بتونی فارسی ورژنش بگی الان تو زندگی خود چیکار میکنی؟ الان هنوز همین یوتیوب ها رو و یه ادورتایزینگ ایجنسی اه پس یوتیوب سات. داری برمیگردی چون یه سال ویدیو نبود یوتیوب دارم برمیگردم داشتم به بر. بر. پوریا میگفتم با یه سبک جدی تو میکروفون پوریا دارم صحبت میکنم پوریا که هرومزاده که میگن این موقع یعنی توی تاریخ لغت هرومزاده اینجا اختراع شد یعنی قبل این وجود نداشت <applause> اوه خیلی خوب آره خلاصه آره نه یوتیوب ها دارم برمیگردم با همین اتفاقا سویل جان این ویدیو ها تا میدیدم که نشستی و داری ریل صحبت میکنی با مردم خودتی این این به نظر من تو مثلا فارسی تو انگلیسی تو یوتیوب انگلیسی خیلی تونستن همون اولشن گفتم با دوربینه مثلا 240 چیل <تصفح> پی خب با طرف ادا در نمی که فیک بخواد باشه یا خیلی کورپریشن مانندش کنه من حرفش رو میزد خیلی هم کانکت میکردن یوتیوب هم به نظر من همینه من الان اینو آره واقعیت ها رو کشیده بیرون دقیقا واقعیت بیشه بیرون طرف یه کانکشن خاصی به پیدا میکنه تا اینکه مثلا البته اونم کار میکنه که تا اینکه بر برعکس شده نظر بگیریم کسی که میاد آقا بدون ایموشن فقط ادیت های خیلی خفن داره it's very fast paced این تون تون ترنزیشن عوض میشه اون مثلا اینجوری ریتنشن نگه میداره کلی مثلا بوجه گوشه واسه فقط ادیتینگ و مثلا ایکس امانت اف ویو میگه یکی آقا نشسته داره حرف دلش میزنه میتونه ارتباط برقرار کنه طرف مثلا یه ویدیو رو میبینه میاد ویدیو بعدی هم میبینه به خاطر اینکه اون ایموشنال کانکشن داره. فکر تو دوری هر دو رو انجام میدی یعنی سه تاپ خیلی خفنی داری از نظر مثلا که صدا سا بیاد ساوند کوالیتی ویدیو کوالیتی هم هم اون ایموشنال کانکشن داره خی... خی... خیلی خیلی باحال من خودم دلی که مثلا کلا شروع کردم یه ویدیو دارم نه اگه دیدی یا نه راجع به چقدر یوتیوب پول میده که مثلا نشون میده یوتیوب مثلا ماهی 150 دلار در میاره و مثلا من ادیتینگ کاست مثلا ماهی 700 دلار واسه همین من یوتیوب ضررم برام داره تکنیک دیگه یعنی بخوایش نما کنی خارج از وسایلی که خریدم اینا که هستش اونا کنار هر ماه هم هر ماه هم پول هم پول بیشتر در میاره کاستم میره بالاتر تامنیل بهتر میخوایم میخوایم حالا ساب تایتل بذاره هنوز کاسه هستش ایدهش. که اکن. آره همش این خیلی مهمه خب به خاطر اینکه شاید محل نمیدونم از کونم دارم میگم ولی مثلا 90 درصد آدما که میان تو یوتیوب میان پول در بیارن آره. یارو مثلا بعضی یه سال میبینه درآمد شده مثلا 300 دلار میزنه میره میگه چون من نمیتونم هر روز بونشم یه صد ویدیو درستم درست ادیت کنم اینطوری کنم اونطوری کنم, کنم، بعد پول در نیارم پس این واسه من نیست خب من برای پول نیومدم توش خب اگه پول بده همیشه میام از خدا می خیلی خوشحال هم میشم هم هر دفعه برام بیرون میگم بچا یوتیوب دعوتون میگم که اینو واسه من پاسور کردین ولی اگرم هیچ وقت هیچ نشه من نمیگم که من زندگیمو فیل کردم چون یوتیوبم موفق نشد درست خب من Healthy mindset داری راجع به یوتیوب کلا خیلی آنستم یعنی خب اینو من تو دنیای خودم همیشه از بچگی دیدم که آقا آنستی تو مردم از بین رفته مردم همه فقط میخوان دروغ بگم مردم فقط میخوان ببین مثلا میگم و دیشب آریان اومده اینجا خوابیده بعد من خوابم میاد بلند میشم تلویزیون خاموش میکنم صبح بش میگم میخواستم فیلم ببینم به خاطر که تو به خوابی رفتن این کار رو خیلی مردم زیاد میکنن آه. اگه میخواست فیلم ببینه نگاه میکنه هیچ حرفی هم نمیزد ولی چون میخواست بره بخوابه میگه من میتونم این رو پرزنت کنم که میخوام برم بخوابم یا میتونم پرزنت کنم که من آدم خیلی خوبی هم میخوام آریم بخوابه برم بخوابم آه. ولی از قبل مثلا میخواستی بخواب بعد آره. مردم من این نوتیس کنم که همه میخوام برم بخوابن و هیچ کی نمیگه میخوام برم بخوام همه میگن که من به خاطر اینکه تو رو اذیت نشی دارم میرم. اینو من همیشه برعکسش بودم. من اگه میخواستم فیلم ببینم به یارو دروغ گفتم خوابم بیاد که من بخوام که یارو ناراحت نشه پس من عجیب بود که چرا بعد یه خیلی جالبه وقتی که این کار میکنم من همیشه میشم کندی کونی داستان همیشه آدم انه داستان منم چون میگن چاخان بگو مثلا باور نمی, نمی کنن حالا این مثال خیلی خوبی نیست که شروع کردم باش من متوجه صحبت هست حالا برای که گرفتم بیاری. خیلی خوب گفتی وقتی تو میگن آنستی اصل میگی مردم جخت زمیا میگن به که بگن او باری چالش آنسته آه مثلا من این کار بودم نمیکم دمش گرم جخت از برعکس دی فیل میشه یه جورایی تهدید میشن که مثلا ما این کار خودمون نمیکنیم انقدر آنست نیستیم چه جوری این طرف داره اینجا راحت آره پس میگه حتما دروغه میان تو رو چیز میکنن <تصفيق> <تصفيق> که ما رو بده داستان میکنم بده داستان میکنم ندارم چون که حس تهدیدی بهشون به دست میده من چون واقعا نفهمیدم از دیپ می میگفتم <applause> که آقا همه که آردی به قول معروف ان زیاد داریم <applause> اگه من یه نفر دارم یه کار خوبم چرا منم میکنید و انا بعد همیشه من مثلا بطری ما پوکر بازی کنیم <applause> یه حروم زاده اومد با ما پوکر بازی کرد بعد بازیش خوب نیست فقط هر اصلا کی میره آلین خب حالا تو مغز خوش فکر بازیش خوبه یه خلاصه توی شب اومد مقدار زیادی پول باخت درست منم همیشه با کردیت به همه پول میدیم و میان بازی میکنن ولی خب مسئولیتش مال منه دیگه آها. بلند شد و باختش و رفت و شروع کرد بامبو درست کردن که آره شما حرف میزنیم مثلا او. به یکی گفته آلین اون یکی داشت فکر میکرد یکی سر میز گفتش که بابا کال کن منم سر میز گفتم که بابا کال نکن خطرناکه یعنی یکی گفت کار کن یکی گفت کار نکن اون حروم زاده این اصلا همینو میگم و میگه چرا شما حرفی نمی اون گفت کار کن میگم خب پس چرا این ور نگاه نمی کنی حالا اگه دست خوب داشت کار نمی کرد میگفت حرف سهیل گوش داده آره میفهمی چی میگم واو واو بابا اینو نمیفهمم که چی خلاصه اینو اول کار کن رفته و پولو نمیده به نفر بچه برد که برده مثلا بعد بر پول بده بعد میدونتش میگه ایمیل زدم اومد برا اومد اوکی فردا میام فلان میبینمت قرار میذاش شب نمیشه یه سه هفته من اینوالو نشدم گفتم که خب بعد سه هفته بشه مسیج زدم که داداش مشکلیه ما اگه شما میوردی پولتو کش میشوندیم دستت میدادیم من نمیفهمم الان چرا اصلا تو این کارو میکنی خب. واسه چوس مسخال نه کاری نمیکنم داد حرفات چیه من سری پولو میدم بهش و الان مسافرتم نمیدونم ایمیل چی شده برگردم میرم دوشنبه میرم بانک چک میکنم دوشنبه میشه دوشنبه هفته پیش یعنی از الان 8 روز گذشته من امروز صبح یا دیروز به اون طرف که برده مسیج زدم که پولتو گرفتی یا نه گفت نه پولم نگرفتم ایوه. گفتم که اوکی پس دیگه تو دو من پول میدم پولت با من چون خونه من بازی میکنیم من مسئولیتشو رو قبول میکنم پولش با من من پولتو بهت میدم دیگه هم اصلا خورد نکن اون نمیخواد دنبالش بری نه هر آدم دیگه باشه میگه حالا یه زمینه شب پولتو تو بهت بده دیگه من میگم آره. نمیخواستم خاصا خودت چون میدم میخواد آدم استرس میگیره به اونم یه مسیج زدم که دیگه نه یا تو بازی نه نه من خود خیلی خطرناکتر از این چیزا که فکر میکنم من مثلا چهار تا شخصیت دارم خب یه دونه سینگل لایف دارم که اینی که داریم میبینیم یه دونه لایف دارم که با زنم و بچه همه بعد یه دونه لایف سردردی دارم یعنی مثلا پایه باشه خطری باشه من هستم پایش درست. خلاصه اون سایدم با رو تماس گرفت فقط هم یه ریکوست کردم گفتم اگه من رو تو خیابون دیدی فرار کن چون جفتمون بگاه میدیم تو میمیری من میرم زندان واو چه سلف اوورنسی <تصف> که گفتی جفتمون گفتم <تصف> یعنی من که خودمون نگه نمیدارم تو رو دیستروی میکنم تو هم دیسترویشی میدی به پلیس شکایت میکنی من میرم من میرم زندان تو هم داخل اون کورو کچلی <تصف> فرار کن ما زندگی رو یه دویدن واسه تو مطمئنش آه. من نمیتونم برسم به برس. پول زد به حساب ای. نیم ساعت بعد اوکی آخه یعنی چی؟ باید چهار هفته به یکی خار خارمادر بدی باش نه چهار هفته باش معدب باشی تو همه رو اسکول کنی تو بی بکنی بعد که حالا به جون مامانم امروز صبح تو همون بودم من نمیدونستم این برنامه دیشب بعدا مثلا صحبت کردم اینا من اصلا نرفته تو واتساپ نه نکرده بودم صبح تو همون بودم داشتم پلن می‌کردم که میخوام باش چیکار کنم درست اون نشستم گفتم این کارو باش میکنم بعد اون جوریش میکنم بعد اینجوری ستاپ می‌کنم. این واسه علی می بابا که نمیتونه کاری بکنه بعد این خیلی باحاله که مثلا به جلوی یکی جلوش مثلا یه رو بیا رو کتک بزنی بعد با تلفنش نایمانو بگیری بدی بعد نایمان نتونه تو رو گیری بیاره واسه سرودات تو میگی من ویستر بودم 17 تا پسر میگن آره با ما 20 بود اوه، آره خب خیلی کار بودی با... و من داشتم اینا ها ستاب میکنم که خب چجوری میخوام خفتش کنم و خونهش کده شد کجا برم بایستم گیرش بیارم و تو این برنامه بودم بعد اومدم تو تخت دیدم که طرف زده برد. که آقا پولو زده و از من خواسته که به سوهل بگو مثلا منو تهدید نکنه مثلا من دادم ما دیگه تصویر شدیم من احساس نمی ما تصویر شدیم چون تو اومدی یه خشم تو من آوردی بیرون که نه می آوردی بیرون من همشه یه چیزی دارم که وقتی چیزی من اصابانی میکنه دو تا سوال از خودم میپرسم آیا 6 ماه دیگه ناراحت میشم؟ آیا دو سال دیگه ناراحت میشم؟ اگه جواب دو تاش آ... یکیش نباشه اصلا تخم هم دیگه حساب نمی کنم من یه دانه مستجر داشتم ام... پنی هزار خورده دلار پول آب و برق به من بده کار بود این نداش بده من دارم اصلاش میسوخ بعد یهو یه خونه اتفاق افتاد معلوم شد یهویش موعد کنه این 5500 رو نداد به من الان سو کردن خیلی ساده است دیگه با یه ایمیل فقط میتونی سو کنی دیگه نمیخواد بگی رو سرف کنی از این حرفا اینا هم میدونم خانم هم گفتش که آره باید اینو چیز کنیم گفتم من این موضوع دو سالی یادم نمیاد مثلا مثلا دو سالی مهم نیست که این یارو من دو تا دوزید یا 10 تا دوزید واسه همین بی خیالش این موضوع رو من میدم دو سالی بهش فکر کنم میشه. میشم این دو موضوع رو برای همین تصفیه نشده تصویر نشده من میگم چرا تو وقتی میتوسی 28 روز وقتش این کار انجام بدی ندادی میتونی 100 دلار بدی میتونی زنگ می بزنی آقا ندارم الان مثلا میتونم یه هفته بدم دارم چاغالا من از پول ساخته شدم فکر کردیم مثلا پول من پولیه من میام دو دقیقه میدم الان مشکل 28 مشکل داری ما رو اسکور کرد نیست بعد داره تو صورتت به دروغ میگه من اسم معروفم از چوپان راستگو یعنی به من دیگه نمیخواد آخه دروغ بگی بعد اومدی خونه من اومدی با گنگ من داری بازی کنی ما در هرزه شیش ماه از ایران موف کرده اینجا نه اینجا ایران نیست ما یه کشور من, من میتونم من کنم من تم, شب خوابی دید وسط کنسل کنم نفر میشه جوری شد این فکر میکنم مثلا اینجا واقعا چیزی که مردم تو صحنه میبینن همه همه چی نداده من آره. اینجا آدم که کانکتن کانکتن یه کاره میتونم بکنم که پشمات بریزه واسه همین من نمیفهمم که چرا بعدی و اینجوری همیشه قوی تره. اینو میخوام تو الان این داستان شنیدی چه تو دلیلی میتونی بیاری واسه اون شخصیت که 28 روز مارو کرده چی تو مغزش میگذشته اگه انقدر خواهی ای چرا اول ندادی اگه گنگت بالاست چرا تحلیل کردی اومدی پول دادی منطق این آدم رو تو میتونی مثلا حلاجی کنی منطقش نیده چون منطقی توش وجود نداره نمیدی این انسانیت بعدم خیلی خوب ولی گفتی سهیل گفتی ببین اگه مثلا نداری مثلا صد دلار یا بگو آقا من ندارم این خیلی نکته خوبیه چرا چون ممکنه یکی دیگه همین داستانو گوش کنه بگه آقا مثلا طرف تو مثلا دون باله پولشی میدونی نفهم نفهمه که ها مثلا از it's not about the money it's about آقای طرف دارست. تو صورت من دروغ میگه برای همینم هم... چرا برای همینم هم هست که میگی هنوز تصویه نشدیم با اینکه اون, پ... اون پولا پرداخت کرد پولی تصویه شده من مثلا تو تکس گروپ زدم گفتم من از این هرزه دیگه پول نمیخواستم بارشا. دقیقاً این 500 من میدم به خیلی مهمه چون یکی مون که بگه آقا سویل اینقدر مثلا سیف میره دنبال ولی این داستان چون مثلا پولا میخواد ولی نو دتس نات نه مثلا روز اولی که اتفاق افتاد جلوی همه تو گروه گفتم این سر میز گفتم بچا اگر این پول نداد من ریسپانسیبل خواهم بود <تصفح> روز اول به همه گفتم یعنی گفتم علی تو هم ناراحت نباش اگه وقت مثلا فکر نکن پول درفت و اینا ولی سعی کن ازش بگیری به آره. خاطر اینکه این نشه آره باریکر دقیقا آره. این نشه دقیقا. میخواستم دوماه دیگه بشه زن بزن بزن میگه. آقا دوباره اگر بازی کنیم با هم رابطه داشته باشیم چرا باید با هم بیفت داشته باشیم آره. بعد اینو من خیلی توی ایرانیا بینم. یعنی حالا شاید چون من ایرانیم با ایرانیم میگردم نمیدم داستانش چیه ولی اینو من تو ایرانی ها خیلی میبینم که نمیفهمن اهمیت کارشون چقدر مهمه یعنی فقط فکر خودشون لحظه من مثلا میگم من الان هر روز صبح اینجا که ما ای خونه هستیم 5 تا پسر داریم تو داریم حال میکنیم من صبح از همه زود از خواب بلند میشم اولین کاری که میکنم زمین جارو میکنم بالشتا رو صاف میکنم نمیدونم الان تمام آدمایی که تو این خونه هستن به از من دارن پی میشن یعنی من آخرین نفرم که باید این کارو بکنم تکنیکلی یا منطقی یعنی فکر کنیم این که هر کسی اینجاست داره پی میشه یه جوری وان وی اورنادر داره پرداخت میشه من تنها کسی هم که دارم پی نمیشم دارم پا پای پای بقیه مثلا زحمت میکشم که مثلا این سفر بره جلو درست پس من باید بشم کنم نه من همیشه هم با اش. هر روز صبح الان نم نمیدونستم جارو کجا همه چی رفتیم پیدا کردیم درست کردیم فران کردیم البته جاروقی رو پیدا نکردم همه آشخال رو زدم زیر ماشین لباس ماش... ماشین زرف شوی چوبانه راست گوی که میگنه دیگه خود دی تیل زداد ولی خارج از <اقف> اون سن میگم مثلا میگم آقا من الان بیدار شدم آه. اگه من ساعت دوازه بلند شم بیام پایین ببینم این صدافه نشستن اینجا خونه تمیزی غور میزنم درسته میگم چه گوهی خوردین شما این پایین خورد یکی تو بلند شد ریساکل بذار تو ریساکل آدم این بچه ها حیوان که نیستیم ولی وقتی من هر دفعه نفر اول بیدار میشم وظیفه هر دفعه من بکنم اینو, اینو مردم اینو ندارن همه به بستونه خب من امروز تمیز کردم پس دیگه من الان میتونم این کارو نکنم من شب بچه دارم غذا میارم من میشیدم سرف من اصلا اینو ندارم من میگم یعنی آقا هر کی هر وقت میتونه خوبی کنه تو من توی دسکریپشن چیزم نوشتم با همه خوب باش حتی به بنچ باس چون تو ایران یادمه ای تو ایران یادمه با کلید صندلی های اتوبوس رو سوراخ میکردن و من اش خودم که آخه به کی داری ضرر میزنی الان اصلا فکر مثلا مسئول کشور چیزی شد یا بابای من که میخواد اتوبوس استفاده کنه الان باید بشین روی صندلی تخمی آره می‌مینی دوست نه؟ آره، دوست نه دوره خود و تری آشغال بندزی کجا گسیف کردی؟ آشغال بندزی کجا تمیز کردی؟ من بعضی موقع می‌نم و یه دوره پنج ساعت است. بعد با خانم که هر وقت میریم مثل جا هست واسه استاپ وایسی چیل کنی از یه دست شجر چی من چون وای میسنم بعد آشقاده رو جمع میکنم این کار رو با خانم می‌کنم. چه چجوری شد ما میرفتیم حرف وایسی میدیدن گل بزنم میدیدم آشغال رو زمینه بعد گفتم شد ما که اینجا میایم یه رو گل بزنیم بدون که من یه خراب سلم اینطوری میکنم اینطوری میکنم این داری زمین تمیز میشه این کنم سرمو خاروندم سرم واسه چون گونه از این چیزام گرفتم خانمم کیسه رو میندازم توی دست آقا دستم تمیز کسی تا... خم هم بشه همین اش خم هم داریم بعد جون چه به اون من کی سر نگم اون شروع میکنم برداشتن آره تمیز میشه قشن خب الان میگه الان با... بچه ویوار هم که اینا میبینن این یه نوع یه پرسپکتیو یه دید دیگه است مثلا شما اومدی آقا حساب چاری تو سرت میگه آقا مثلا اینجا کسی باشه کی داره آخر ضررش رو میبینه مثلا یکی که مثلا میاد به قول شما اون سندلی یه سراخ خفتش کنه به این بیگر پیکچر نیده که این آخرش where does it trickle down کجا میاد آخرش بعد به نفع کی میشه به ذره کی میشه فکر میکنه اصلا این کارم کردیم مثلا اصلا فکری اصلا نمیکنه این فکر مثلا اصلا حوصله سر از این کارا میکنه یا مثلا فکر داره به شهرداری ضرر میشه به گاورمنت ضرر میشه ولی you, it's where your own environment یعنی دنیای خودته دنیای خودته خیلی قشنگ گفت من مثلا میگم منم مسافرت مکزیک دیگه من نه بابا مکزیک نه نه مکزیک نه کشور مکزیک نه ولی... منم مکزیک میگم مثلا توی مغازه چیزی بخرم همیشه فریزرها رو فشار میدم که بسته باشن بعد اگه یه فریزر پیدا کنم باز باشه ببندم انقدر خوشحال میشم مثلا دوستانی سال این نگاه میکنم مثلا نگاه مثلا من لغ زنم پشت <تصفح> پرسه نمیدونم یه اتفاقی بیفته انقدر خوشحال میشم چون مثلا میبینم که برق کاستش رفت پایین بعد مثلا چجوری اینو میبینم تو کارخونه برق آتیشی که داره روشن میشه که بسوزه که اون آب و تربانه به چرخونه. من اونو میبینم که مثلا میگم اوکی یه زغال کمتر لازمه به خاطر این اکت من برم تو میدین اینجوری بک ترک میکنم تو مغزم میکنی آره مثلا این رو بعد میگم که این یخچال امکانه به خاطر این کار من سه روزی تر بسوزه درسته. سه روز دنیا دیتر به فنا بره چون این هوایی که داشت ترنسفر میشد الکی با موتور کار کنه یعنی من چیز دنیا رو اینجوری میبینم و اینو که واسه مردم تعریف میکردم بچه بودم مسخره میکردم گفتم با هر او سوه تو دنیا رو الان سیف کردی بعد مثلا همیشه عجیب بود گفتم که شماها بدین من خوبی میکنم بعد منه که خوب میکنم چه جوری مسخره میکنین بعد اونی که در فریزر باز میده چه هیچ که همه نمیذارن اساس که دریو چه فریزر نبستی مگه مغازه نید یارو پیرمرد داره کار میکنه شده برید مطمئنم قسم میخورم تک تک ادمو که اندازه این اپیزود نگاه میکنن شده برن تو مغازه ببینن رفیقشون در یخچال کامل نبست در توالتو اومد بیرون بوی ببخشید ان میاد فن و نزد آره ولی چیزی نمیگه هیچ کاری نمیکنن هیچ وقت کاری نمیکنن که خوبی بره جلو ولی اگه یکی بیاد بگه آچه بود میاد محسن بود محسن بود همه آمادن محسن رو لو بدن ولی هیچ وقت خوبیه رو نمیکنه که اوه الان محسن نرسید فنم که بیرون بذار من فن رو روشن کنم که پوریا میاد بیرون محسن بیا بیرون نشه, نشه. من همیشه دلم توی دنیا یه کاری کنم خوبتر بشه بعد از بچگی از بچگی بذار بگم کجا شروع شد شاید باور نشه این اولین بار احساسش تو میدون ونک واسه من شروع شد من خونه شوش. خونه اولم که توش به دنیا آمدن مدومنک بود درست از قد... کوچه نیلو کوچه نیلو که میای بیرون ف... تو ترافیک چیزی یعنی تو چراغ قرمز اصلی مدومنکی واسه با من همیشه باید اونجا بایسی شو من همیشه باید یک تا سه تا چ... طرف این چرا باید سبز شد میده چند سال بود پنج نه یادمه بعد برام همیشه سوال بود که چرا ما بعضی موقع این چراغ رو یه باره رد میکنیم بعضی موقع سه باره درست بعد نشستم به این فکر کردم بعد فهمیدم که داستان اینه که بعضی موقع وقتی چراغ سبز میشه ماشینا خب. تون تون پاشونا تو موز برمی همه هم راه میافتن بعضی موقع ماشین عقبی وای میسه جلوی بره بعد برمی داره بعد این میره بعد این میره بعد, بعد رفتم خونه ماشینای اسب بازی مو گذاشتم بغل هم با چسب چسبوندم بعد بر... یه ردیف دیگه گذاشتم 5 تا با چسب نچسبوندم بعد گوش گذاشتم شروع کردم اینجوری کشیدن دونه دونه بعد دیدم وقتی رسیدم به ماشین سه تو اون چسبی عادی ماشین شیشم م بعد فهمیدم که فقط اگر مردم وقتی چراغ سبز میشه همون ثانیه همه با هم پاشن ترمز بردارن مثل یه قطار که راه میفته همه با هم میرن, میرن. بعد یادم به بابام گفتم که بابا چرا همه این کارو نمیکنن بعد گفت چون نمیفهمن و همیشه هم سوال بود که آقا من پنج سالم هر کی میگه تو چاقایی تو بچه چه من تو پنج سالگی دیگه اینو تونستم از کنم آه. شما شما خار فلانا تاکس تاکسی راننده تاکسی, زندگی تاکسی؟ این زندگی رو رانندگی میگذره و تو هنوز اینو فیگر از کنی من مثلا من پنج سالم پام به ترمز نمیرسه تو روانه تاکسی نمیتی بفهمی من اونجا فهمیدم که آقا من یه دیدی از دنیا دارم که بقیه ندارن آه. بقیه براشون مهم نیست بهتر کنن اگه یه ماش چراغ قرمزه نفر اول چراغ هیچ وقت به تخمش نیست هیچ وقت میگه من که میرم پو تلفونم باشن هفت تا ماشین اونجا بر من او من که میرم فکر من وقتی ماشین اولام اینطوریام چون مسئولیت دارم میگن دود من اگه دیر برم پشتیم دیر بیاد دیگه ماشین هفت ماشین همه به فنا رفتن اگه من یهو برم امکان اینو سیخ کنم اینم تو بره یهو ماشین نهم نه ده به خاطر این حرکت من رد میشه درسته درسته خب من اینو نمیدونم مردم اینو داشته باشن اصلا درسته خیلی کمه با... من واسه همیشه این جالب بود بعد من که یه دونه پلتفرم دارم خیلی دارم میخواست اینو به مردم پس کنم که ك... آقا تو هر دقیقه داری یه گوی میخوری آدما میگن من خونسام هیچ که نمیتونه خونسا باشه بیست. یا در پنجرت بازه یا باز نیست اگه پنجرت بازه تو داری تو دنیا هوا رو داری تمیزتر یا کسیفتر میکنی تو داری سرتر یا گرمتر میکنی تو بیل برقتون داری بالا پایین میکنی پول ماهی نشو. سو ت... تو همه تأثیر دارن تو همه کار واو. میریم. بعد مردم فکر میکنن که مهم نیست بعد یه چیزی که من خیلی ناراحت میکنه اینه که آقا ما هفت فکرم هشت میلیارد هم شدیم ما نزدیک هشت میلیارد انسانی، یعنی یه قدرتی داریم توی دنیا که کمتر حیوانی تا حالا داشته حالا بسید مثال میزنم فرض کن ما فرهنگمون این بود که وقتی میریم بیرون موظف یه آشغال ورده یه رو زمین بعد از سه روز آشقال رو دنیا تمام میشد. آره چون بر روزی 8 بیلیون تا آشغال پیکاپ شه 8 بیلیون تا آشغال نداریم پیکاپ یه شه یه روز قشنگ می می میگم ده. بعد این که نیست اونوریه <تصفح> روزی 8 بیلیون تا آشغال میندازین بعد کسی اینو نمیبینه که خب آقا روز 100 هزارم میخواین آشغالا رو, رو چیکار کنیم چرا به فکر نیستین من مثلا تورنتو که خیلی منو به فکر انداخت برام عجیب بود تورنتو هیچ کی ریسایکل نمیکنه انگار مثلا اونم یه کشور عقب افتاده اصلا باور نمیکنم ما یه کشوریم تو ونکوور تو خونه مردم میری همه دارن ریسایکل میکنن نه همه ولی درصد قوی آدم این یعنی اوریج انسان داره ریسایکل میکنه یکی میری ریسایکل میکنه بعد عجیبه مثل که مثلا اینکه فقط گوز بده بعد عجیبه اتفاق میفته ولی عجیبه اینجا همه گوز میدن و اوه پیتزا شب بودی شب نه <تصفح> من بعد بهشون میگم ری این کجاست بعد به من میخندن جواب خنده است یعنی <تصفح> میگه میزه تلاش خواهد بعد من نمیفهمم چرا این موضوع خنده داره بلکه باشون دیپ حرف بزنی میگن چین کثیفه میگم خب پس دلیلش اینه که تو بیشتر خوب باشی نه که میگی یه کسکش هست منم کسکش بقیقه. اگه کسکش بزن من پسر خوبی باشم که بلنسش کنی من من اینو نمیفهمم که چرا خوبی سنو بال افکت نداره مثل چی میگن بال افکت چی میشه فارسی تو برفی بالا کوه میذاری هول میدی میره پایین هی گنده تر میشه وقتی بعدی میکنی مگر مثلا برم ماشین امیر رو خط بندازم امیر حق میدونه که بره ماشین که در خط بندازه ولی اگر بری ماشین من مثلا گل بذاری رو تو جواب م... چی گل نمیدی خب این تو اخبارم هم همینطور دیگه اخبار مثلا درامایی بعدی خیلی بیشتر کلیک میخوره تا اینکه مثلا همین اخبار همش شده بعد دیگه یه چیز پیسفول بگه. بگه امروز مثلا این این جوری شد خیلی کم تر ویو میخوره و اسپرد میشه وایرال میشه تا یخبار بعد همین که ترس بدی توی ها هست که از زجی رو ناراحتی بقیه دیپ داون یه منم دارم اشا فکر نکنم مثلا میگم من ندارم من الان مثلا دیدت می... فرق میکنه من خودم خفه میکنم من مثلا اگه ببینم آریان داره میاد بعد یه چیزی داره که الان من مثلا میگم تو نمیتونه رانندگی شده میگن که تو لایسنس نداری چون که ساسپند شدی و من میگم ها ها من میتونم من این چاقل نمیتونه بعد خودم به خودم میگم خفش عشقا آش... اش, اش لغده ای چجوری میتونی به ناراحتی یه نفر بخندی نکن این کارو با خودت بعد خودم آروم میشم بعد خودم کنترل میکنم خیلی با خودت چک میکنی همش چون میبینم که دیپ همه کسیفه منم هم جز همه من هم جز که من خواستم من روز همه فقط من میبینم اینو میبینم که الان من عاشقا بندازم کسیف میشه من تمیز میشه خب چرا بندازم این داستان برای همین پرسیدم از از چه سنی شروع کردن فکر کنی؟ اینکه پنج سالگی به فکر این بودی که آقا اگه نفر اول توی این چراغ قرمز توی این چارا قرمزه بره همه میتونن برسن که برن پنج سالگی به این فکر رفتی خب بالاخره I do believe من به این باور دارم که یه سه همه آدم یه خاصیت های خودشون ها دارن و اینکه تو تونستی بک ترک کنی تا اون هر که مثلا الکترسیتی بالا پایین بره این 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 افکت میشه این خب لول یه سلف اورنس بالا آگاهی بیشتریه چیز خیلی خوبیه و و هر کسی خودش رو باید چک کنه من خودم مثلا اون که توی دیگه خودم رو چک میکنم مثلا وقتی میخ... دو... کار دارم انجام بدم دستم میخواد بره پا گوشی یو ببینم دستم داره میره که الکی برم مثلا اینستاگرامو چک کنم من <applause> 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 پرت یا یا دستم رو بر یا سمی خودم رو چیک میکنم که الان من میرم اونجا دو ساعت میشینم آخرش هم یادم رفته اصلا داشتم رو چی کار میکردم و اون چک کردن باعث آگاهی میشه خیلی خوبه که تو بعد تو سن پنج سالگی داشتی می‌دیدی که مثلا این اول بعد رفتی خونه با چسبو داشتی رو ماشین خیلی داستانه با حالی قشنگ یادمه که اول سال که ماشین رو هل بدم و نمیرفت چون <تصفح> اندازکاوی دست نشتم بعد فهم چسبو بدم کنم خب اینه فکر کنم همه اینا با هم رو میفتن اینه نمیره بعد اون که مثل قطار بود مثل قطار رفت همه ماشینا خالی شد تو دو ثانیه این یکی باید مثلا 15 ثانیه بهش وقت میدیم بخونم what اینجوریه <تصفح> بعد توی رانندگی همیشه جلوی هم وایس دادن همیشه مثلا من میبینم که خب دارم ریمایند میشم که ببین آدما گسخن حالا یه چیزی این شاید حقیقت باشه شاید نباشه یعنی نظر شخصی من نمیدم درست و غلطش رو یه دفعه من بچه که بودم برای مردم سعی میکردم مغزم رو توضیح بدم که آقا من من دنیا رو سبودی میبینم خب من اینکه دستمان تو بندازی رو هوا من فشار هوا رو میبینم که این دست داره نگه میداره و این تکون میخوره بعد هوا یهو میره اون برش این دور میزنه من قشنگ این رو میتونم ببینم خب بعد این... گیدش همیشه اکیوش. همه زندگی همه چی رو سبودی میدیدم مثلا اگه تو دست سوزن بره میبینم که سلولا داره باز میشه این سوزن داره اینو فشار میده بعد میره میخوره به رگ خون میبینم یا گلو گلوبول میبینم یاد می وای میسن اونجا همه چی رو میبینم خب اوه. بعد این وقت واسه بچه ها تو زندگی تعریف میکردن همیشه مسخره هم میکردن او چشات لیزر هم میزنه همیشه همیشه بهم به گوشیر هم میگفتن بعد یه اپیزود هستش یه فیلم هست به اسم سی اس که کرایم سین اینوستیگیشن همیشه همیشه سه بعدی نشون میده مثلا وقتی مثلا تیر نشون میده اینجوری تیر میخواد oh, تو قلب آره. یارو بعدش ah, میچرخه میره تو نشون میده الب... لباس داره فایبرا داره پاره میشه خونه داره میره می بعد من اولین باری که سی اس دیدم چی بودم من اینجوری دنیا رو میبینم من چی دنیا رو میبینم مثلا من همه تا کم هم نشون بدم بعد دوباره همه میگن گسچر نگو بابا مگه فیلم سوپره همه باز مسخره میکنن بعد یه بار یه خانومی توی تتاک داشت صحبت میکرد خب دکتری بود میگفتش که 95 درصد مغزا یا 97 درصد مغزا دو بودی هن 3 درصد مغزا سه بودی هن او جدی؟ آره. اون موقع هر با این کانسپت این مثلا, مثلا نمیزم زمین من... چیه من دارم یه دکتر توی تد تاک تو تد تاک داشت میگفت خب گفت بعد اونجا خوش ادامه میده میگه آدمایی که تو این تو اینجا هستن کاری میکنه شروع میکنه دست زدن اینجوری دست میزنه بعد به همه آدینس میگه دست بزنیم با من بعد دستشو ول میکنه بعد آدینس دست میزنه دست میزنه دست میزنه بعد تون تایم کنه تون میکنه بعد وای میستن بعد اونجا زنه توضیح میده میگه من بهتون نگفتم ریتم بدیم میگه همتون ریتم بدیم اینا به خاطر اینکه مغزتون شما سبودیه و اونجا میگه میگه 100 درصد پاپولیشن تو دنیاست مغزشون سبودیه ولی احتمالا اینجا شاید صد درصد شما سبودی باشین من همین شما در اینجا این و من اونجا فهمیدم که اوکی This is what's up. خب شاید تمام این چیزا این فرق است دو بودی و, و سه است. درست. که من مغزم یه جور دیگه پروسس میکنه مغز بقیه نمیتونه بقیه لینیرن نشسته بعد جلویش بره تا بره من وقتی یارو میره من وقتی پامو ترمز زدم میدارم صحنه می که میبینم اینه که یه شیفت میره بالا بعد یه کیبل کشیده میشه بعد این چیزا که چسبیده ول میکنن بعد این پیستون داره بالا پایین میره یه زوری میزنه بعد این چرخه شروع میکنه چرخیدن بعد تو مغزم این بالاش سمت راست دارم یه تایمر می‌بینم که داره میزنه مثلا 0 داره میزنه بعد می‌بینم این پروسس 3 ثانیه طول داره واسه این ماشین جلوی من تا پاش ارتوموز برمی داره من هنوز مثلا چه بر یا برمی دارم ثانیه دارم ثانیه چهارم باید ببینم اگه هنوز نرفته من چون چند دو کنم اگه عادی ماشین توی ماشینای دیگه اینو ندارن وای می ماشین می اینو می بینه. خط صاف دور شد اوکی پا بردارم خط منم بره این پروسس ارگانیک نمیبینه اینا سموت نیستن ویو نیست. نیست آره. آره. با ویو نمیبیننش بعد من خیلی الان نظر شخصی که این فرق اصلی منه با آدمای دیگه مغز من سبودی میبینه و مغز سبودی باعث میشه تو دنیا رو خود دیپتر ببینی 100 درصد و به نظر من حالا یه لول دیگه هم ببریمش هر کسی مثلا دیدی الان کامپنی اومدن پرسنالیتی تست میذارن که چه جابی ها به کی بدن مم. الان این نوع فکر واسه بیزنس خیلی خوبه چون که میتونی مپ مپ کله چرا ببینی چی کی اونجا چی کار میکنه چی کار میکنه نسبت به جابی که مثلا همه چی روتینیه و واسه همین الان که آگاهی داری آقا مثلا مغز من حتی اون دکتر گفته بود که سه درصد آدما اینجا 90 درصد مثلا ممکنه دو, دو بودی فکر کنم یه درصد دیگه هم مثلا یه جور دیگه اصلا کلا جینیوس یا مثلا یا مثلا برعکس ولی چیز چیز خیلی خوبیه چرا که این شخصیت داری و بهش فکر کنی حالا و اینم بگم مثلا آدمایی که مثلا میان میگن ها مثلا هول لیزر هم داری و یه جورایی سارکاستیکن راجع به داستان به خاطر اینه که درک نمیتونن بکنن همچین دیدیا برای همین واسه شون برای که خودشون ها حفاظت کرده باشن که نه ما ما اوکی ما نرمالیم مثلا تویی که مثلا اینجوری هستی این جور واکنش نشون میدن <applause> و اینجوری آدم میشه که مثلا بزرگ میشه ای مثلا that's why I did this that's why I'm in the مثلا 1% چون که از, دی از دید شروع میشه دیگه perspective is everything و وقتی شما بتونی یه جورایی ببینی که بقیه نمیبینن آره ممکنه بیشتر مثلا هیت بگیری ولی از اونجا حتم داری دیفرنشیت میکنی خود با مثلا 90 درصد مردم حالا هر کسی میگم تو کار خودش اون که گفتم مثلا من تو گوشیم خودم رو چک میکنم مثلا وقتی خب دست بود چک تو این شما مثلا تو داشتی گفتی درایوینگ لایسنس داده نداری او من بهش اینه نگم چرا به این سن بخنم و این برای خود این اکت سلف چک این خیلی چه حالی و شما خیلی شما من از داستان که گفتی داری چون که دست هاو یو من بابام خیلی همیشه منو سرو شک میکرد نان استا مگه یه مو بهش شما میکردم بابام حواسش به من بود ولی من همیشه حواسم به خودم بود که اون به من گیر نده اه 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 بعد از این اینجوری رو من بیلد اه شد آه اه یعنی آه اه اولش شما. مثلا دوونی اصلا به چپ هم نبود انقدر اون بابام به من گیر میداد اه اه بعد خوبیش این بود که به چ... اگه مثلا پا رو میز نمیگفت پاتو ور ندار اگه غذا مثل خونه مردم میخورم نمیگفت آقا خونه مردم میوه نخور چرت و پرت گیر نمیداد برای اگه میرفتم خونه مردم میرفتم تو توات یارو میدیدم فن نمیزدم میگم گوش من فنو بزن دیگه آها. و من یاد میگفتم که راست میگه چیکار احمقانه ایه او. بعد وقتی یکی میبینم محسن نمیکنه این کارو هرسم میگیره میگم چرا بابای محسن بهش گیر نمیده بابای من گیر میده آره من باید حواسم باشه هر وقت محسن دنیا تو خوشم میسه ما هم داریم با بوی ارنز محسن الان داریم لذت نمیبریم به خاطر اینکه بابای محسن بهش نگفته آها بعد من کلا این کانال رو درست کردم به خاطر اینکه گفتم به همه آدما میگم من دو تا دارم یه بار بخندونمتون یه چیزی بشیتون یاد بگیرم من واقعا باور دارم که من دلیور میکنم این اینا رو توی آره, ای ویدیوام چون دوباره میگم برای پول نمی کنیم این کارو برای فیم نمی کنیم این کارو من پیورلی پیورلی این کار دارم میکنم که یه ادمو بتونم کمک کنم من مسیج میگیرم که یارو ماشین خریده با حرفای من آره می من چرا خودم چی گفتی خودم خواستم همینه بگم یک سال پیش از اون بعد کلی بیشتر ویدیو گذاشتیم یک سال پیش من یه ویدیو از سهیل که داشتی گفت که خب بچا مثلا میرین سلمونی حال نمیدونم قیمتا تو ایران اگه کسی از ایران میبینه نمیدونم خیلی بچا هم خارج از کشورم ولی خارج از کشور خیلی الکی مثلا به نظر من ممکنه یه باربر شاپ شارژ کنه واسه شا اگه کجا میری دام سهیل میگه که خب بچا به جای که اینا پولا بدی اونجا بذار توی سیوینگ اکانت خودت, خودت خودت یاد بگیر مود بزنی معزم به بعدی این خیلی اول که سیوینگ هم کلی رفت بالا دوم این که اصلا برام فان شد اینکه مثلا بخوام برام یاد بگیرم یا بخوام ببینم ای مثلا الان چقدر من خرج کردم که نمیدونستم ولی یه چیزی شد که تو ذهن من الان یه سال شده دیگه موند قشنگا میرفتم سم یا میرفتم یه جا اگه خودم واقعا دیگه بلد نبودم میرفتم یه جا که چیپ تره دیفرنسش یعنی تفاوتش مت... تفاوتش رو سیو میکردم به خاطر حرفی که خودت زدی من همی... واقعا برای این زندگی میکنم یعنی نمیتونم بهتون چه جوری بگم عاشق اینم که یک چیزی بگم شما رو تو استفاده نره چون تمام این که بهتون میگم رفته تو پاچه خودم و انقدر درد داره گفتم خب مگه به کی بگم این درد رو دیگه احساس نمیکنه پوری هم خوبیش که نظر بیزنسی اینقدر کار متفاوت انجام داده و وحشی این هرکین میمونه خب واسه همین جالبه واسه این نفر چون من خودم آدم خیلی محافظ باید خیلی بار هر رو چک کنم و اینا پوری هم مثل میده من خودم اگه مثلا تو بچگی یه نفر مثل پوریا میتونستم ببینم کمک هم میکرد تو زندگیم واو. که میدم اوه یه دعیوسی تو یه ماه یه همیاد این کارار میکنه پس من چاقال چه این رو هفت کمپانی داره اومده هشت رو میشه داره اینجوری زمد میکشه من چغال شدم خونه دارم پلیستشن میزنم پس برم مثل حیوان کار کنم ولی من اینو نداشتم ندیدم چیلکس هم, هم کار میکردم حالا کارم من موفق شد تا آخر عمرم میتونم به قول معروف بخورم و بخوابم ولی هواپیما نمیتونم بخرم ولی خوشحالم خیلی. و میخوام این خوشحالی و ریلکسینگ رو به مردم پس بدم یعنی میگم شما این کارو بکنید و اون و اون چه که یاد گرفتی یا داری بعدم حالا مثلا من خودم از, 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 خیلی چیزی یاد گرفتم حالا فرض کن من یه نفر بعد بری مثلا کانال ببینیم مثلا یه ویدیو <coughs> فرض کن بگیم بگیم اصلا آقا هر کی میخواد مثلا حالا یوتیوب هم شروع کنه بگیم آقا مثلا 20 نفر ببینن 20 نفر یک دو سه چهار پنج شش هشت ده یازده تا بیس. 20 نفر 20 انسان دیدن بعدن خوبیش اینه که ببین سهیل مثلا این به من استیک کرد خب هر کی یه چیزی بید. هر چیزی یه چیزی یعنی این این نمیدونم اکسپوننشیال گروث اکسپوننشیال ایمپکت میشه واسه همین مثلا بعضی اومدن به پوریا پیام میدم پوریا مثلا بچه ما اینجور از وقتی ویدیو تو دید پوریا من نمیدونم چی گفتم چرا چون که انسان ها یه جوری مم. یه چیز دیگه نه هر چیزی با یه چیزی استیک میشه به یکی مثلا شما این داستان سلف چکینگ گفتی من ذهنم رفت به موبایل در جنگ شما داشتید در مورد یه چیز مم. یه داست کانسپتش یکیه ولی داستان فرق اینام که شما میگی یکی یه برداشتی میکنه اصلا طرف زندگیش عوض میشه من واقعا دوست دارم که کمک کنم بچه و مرسی که هستین اه... یه خود آروم داره میره جلو ولی من نمیدونم نرمش چیه چون من کانالم نه انترتینمنت خفنی داره نه مثلا ادیتینگ خفنی داریم چون کار نمیکنیم یه دورمین ثابت تکون نمیخوریم که به خاطر همین ولی استری داره ماهی 100 تا 200 دیویس... نه ماهی اه... روزی 40 تا 100 تا داره سابسکرایب میره بالا خیلی خوب بهش اینجوری فکر کنی همون دوستایی که تو میگی 1 تا 3 4 فکر کن هر نیم ساعت یکی در خونه رو بزنه و باز کنی بگه که من از بعد دوست دارم دور نیم ساعت داری یکی در بزنه من هر روز 24 ساعت این دور میفته خب خیلی منو این خوشحال میکنه که یعنی یکی دفعه بکی گفته آقا بیا اینو نگاه کن اینجوری پخش میشه دیگه یکی نگاه میکنه کانکت میکنه و میگه اوکی خوش اومد بذار این باشه که دفعه بعد ویدیوشو ببینم ستاشت. ویدیو منم واقعا شورت نیست این تو واقعا باید وقت تو بذاری بشین نگاه کنی و هر چقدر کامل تنها کنی بیشتر یاد میگی چون من کانسپت نمیذارم که مثلا بیا راجع می صحبت کنیم فقط راجع میز ما میریم فلو ما هم پرواز میکنیم توی آیدیا ها تو کدوم آیدیا رو کچ میکنی اینا رو دیگه آدیان نمیدونه هر چقدر آدم باهوشتر باشه ویدیوهایی که من و پوریا و این کرکتر درست میکنن رو واقعا کامل نگاه کنی من بعضی میشم مثلا ویدیوهای آدمایی که مثلا همینجوری معروفن و درس خوب میدن مثلا ویدیو میده بیرون 240 دقیقه من قشنگ ساتون میگم که من تو سه نیستم تلفن میذارم رو میذارم همون تد نمی نمیدونم شخصی رفت اونجا تد که داشتی که دو بودی سه بودی مم. یا از آنلاین دیدی یا خودت آنلاین خواستم خب. خب. برم تیکتش دارو 35 دلار گفتم نه 35 هزار نفر ولی همین اون حد من یه ساعت حد درقل شاید اون بوده ولی نشستی دی دیدی آره من تا... حالا داریم بگم راجب زبون بود زبونا عدد ندارن گفت یه از عدد ندارن میگفت عدد اصلا چیز واقعی نیست میگفت عدد مثل یه اسمه بسید که من میخوام اینجا بشمارم بگم سوهل امیر آریان آها. بعد تو مغز ما آریان شماره سه ما همیشه به نفر اول اسمشون میذاریم یک, یک. به میگیم یک به امیر میگیم دو واسه میگیم یک دو سه چار اسم نفر آخر میذاریم نه بعد میریم نفر آخر میفهمیم نه تا بوده نه واسه اون معنی داره یعنی اونا اینو ندارن واسه همین واسه اصلا م... من مغزم نمیکشی که یه لنگویج عدد نشته باشه بودم خب سه تا میخوام چیکار میکنی میگی بعد چی میگی به یارو میگی به من یه مقدار <تصفح> <تصفح> سی بده ولی نه خیلی بعد حالا یه سری زبون بود میگفت نسبت به شمال و جنوب فرق میکنه یعنی اگه من با تو حرف میزنم با به تو آه. به نسبت جنوب حرف بزنم تو با بابا با نسبت شمال حرف بزنی بعد میگفت این آدما رو اگه بذاری توی اتاق دربسته بچرخونیشون دو روز نگرشون داری بیدارش کنی بگی شمال چیه میگن میگفت ما نمیفهمیم اینا چطوری میدونم ولی تمام کالچر وقتی بهشون میگی شمال جنوب ببرشون تکونشون بده همه این ثابت میگن میگفت وقتی دارن را میدن اگه مثلا توی کوچه یعنی که کوچه آروم داره میچرخه یعنی تو توی صاف میبینی کوچه رو ولی تو مپ بالا ببین داره میچرخه تو وقتی دارن میچرخن جهت حرفاشون عوض میشه چون اگه به مرد وقتی شمال میدی میگن مرد شمالی وقتی جنوبی یا مرد جنوبی بعد دوغتشون عوض میشه خیلی جالب بود میگفت لنگویج وحشیانه روی مغز تاثیر داره حالا پوینت از این کوچه بود که آقا مغز یه دستگاه خفنه استفادهش کنین ابیوزش کنین بدونین کمکتون کنه پوچی رو نذارین هر چی میشنوین به نفر چون عمود گفته یا خالق گفته باور نکنین چون یه کتابی و 2000 سال پیش 1000 سال پیش که نوشته گوش ندین خودتون برین خود منطقتون استفاده کنین آدم خوبی باشین خوبی کنین و زندگی برای همه خودتون و دورورتون و آیندهتون بچه‌هاتون منظور بهتر میشه چاکس